این روزها که به آغاز سال تحصیلی نزدیک می‌شویم، نگرانی از خطرات حضور دانش آموزان و معلمان در کلاس‌های درس افزایش یافته است. در سوی دیگر دنیا، یعنی در بریتانیا که درصد بالایی از جمعیتش را علیه کرونا واکسینه کرده، اتحادیه‌های کارکنان مدارس کمپینی برای ایجاد تهویه مناسب و بهتر در کلاس‌های درس به راه انداختند و همین مسئله موجب شده دولت بریتانیا تصمیمات جدیدی در این رابطه اتخاذ کند. بر این اساس آنها قصد دارند برای جلوگیری از گسترش کووید 19 در زمان بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، کلاس‌های درس را به دستگاه‌های سنجش کیفیت هوا مجهز کنند. از آنجا که ویروس کرونا عمدتاً از طریق ذرات معلق هوا انتقال پیدا می کند، فضاهای بسته فاقد تهویه مناسب محیطی بالقوه برای گسترش این بیماری هستند. بنابراین دولت بریتانیا از ماه سپتامبر برای تهیه 300 هزار دستگاه سنجش دیوکسید کربن بودجه‌ای به میزان 25 میلیون پوند اختصاص خواهد داد تا این دستگاه‌ها در کلاس‌های درس قرار بگیرند. زمانی که چرخش هوای تازه به علت افزایش دیوکسید کربن کاهش پیدا می‌کند، سیستم هشدار این دستگاه‌ها فعال می‌شود. مزایای تحصیلی وجود تهویه مناسب در مدارس کاملاً واضح است. این تدبیر عملاً تداوم آموزش حضوری در مدارس بریتانیا را تضمین می‌کند و دانش آموزان می‌توانند با تمرکز کافی و بدون نگرانی از احتمال ابتلا به کووید 19 در کلاس‌های درس حضور پیدا کنند. علاوه بر این، دولت انگلستان در نظر دارد در زمان آغاز سال تحصیلی جدید هر هفته دو بار از دانش آموزان تست کرونا بگیرد تا احتمال گسترش این بیماری در مدارس به حداقل برسد. مقامات بریتانیا همچنین استفاده از دستگاه‌های تصفیه هوا را در 30 مدرسه به شکل آزمایشی آغاز کردند تا مشخص شود که آیا این دستگاه‌ها می‌توانند احتمال ابتلا به کرونا را کاهش دهند یا خیر.